سلام دوستان وقتتون به خیر باشه انتخابات 1400 موضوعی هست که میخوایم بررسی بکنیم 24 ساعت گذشته رو میخوایم مرور کنیم از وحدتی که بین آقای سید محمد و سید ابراهیم رئیسی شکل گرفته تا برسیم به بقیه اصلاح که بوده من قبلش لازم هست یک موضوع خدا شما یادآوری بکنم اگر یادتون باشه و اگر ویدیوهای ما رو دنبال کرده باشین ما در آستانه ثبت نام کاندیداها یه نکته رو یادآوری کردیم و اون نکته این بود که هر کسی هر کسی که خودش رو کاندیدای حامی ایران و کاندیدای جبهه انقلاب میدونه باید در این انتخابات ثبت نام بکنه حتما یعنی برخلاف خیلی ها که میگفتن همه کاندیداها برن پشت یه نفر جمشن ما گفتیم همشون بیان ثبت نام کنن و حالا بعدا تصمیم بگیرن که میخوان به نفر یه نفر برن کنار یا یعنی اینکه میخوان در کنار همدیگه هم و بازی رو ادامه اون موقع خیلی ها تعجب کردن که چرا شما دارید میگید همه باید ثبت نام بکنن و باز ما در روز آخر ثبت نام تاکید کردیم گفتیم همه باید بیان ثبت نام بکنن همتون باید ثبت نام بکنید و این اتفاق افتاد همه شما ثبت نام کردن بعد از رد صلاحیت آقای لاریجانی و آقای جهانگیری فکر میکنم کمی مطمئنتر شدیم به اون اصلا نظری که داشتیم البته منظورم این نیست که پیش بینی میکردیم رد صلاحیت رو ولی به هر جهت مطمئن تر شدیم نسبت به اون ایده که داده بودیم کمی بعدتر البته کمی بعدتر که نه همزمان با همین مسائل ما یه نکته به شما یادآوری میکردیم و اون نکته این بود که یه روز بعد از رد صلاحیت ها اعلام صلاحیت ها ما یک ویدیو به شما ارائه میدیم در واقع سعید محمد در اون ویدیو اومدیم یادآوری کردیم گفتیم که خب این شرایط به هر پیش اومده اتفاقاتی که رخ داده و جزئیات مفصل اون ویدیو رو نمیخوام بگم خلاصه حرف این بود که سید محمد باید بره تو کابینه اگه شما سید محمد رو میخواید در قامت یک رئیس جمهور ببینی پیش‌نیازش اینه که سید محمد بره تو کابینه و شروعش از اینجاست که بره با یکی از کاندیداها اسمم از کسی نبردیم گفتیم با یکی از کاندیداها بره گفتگوی داشته باشه و در کنارشون بیسه و تا با این انتخابات بیاد جلو و ایفای نقش بکنه اون موقع خیلی از دوستانی که هوادار سید محمد بودن خب طبیعتا بخش قابل توجهی از هوادارانشون در یوتیوب هستن چیزی از حدود 16 هزار نفر اون ویدیو رو دیدن و بخش قابل از اینها ناراحت بودن بعضی ها در کامنت بروز دادن خیلیشون گفتن که آقا این چه حرفی تو داری میزنی چرا میگی که فلانی بره با این نفر دیگه ائتلاف کنه این توهین آمیز این در شأن آدم نیست و یه سری هاشون یه کار دیگه ای کردن به جای اینکه بیسن نظارگر باشن رفتن در گروه های حامی و سید محمد رفتن پیش تیم های رسانه ایشون و خلاصه حرف ما هم همین بوده گفتیم ویدیو رو ببرید به ایشون اطلاع بدین رفتن در توییتر زیل اکانت ایشون توضیح دادن که آقا شما بیاین این کار رو انجام بده شما بیا برو در کنار یکی از کاندیداها بیست و تاکید بکن تاکید بکن که من اینجا هستم در کنار تو حمایت میکنم تیم رسانه ای میاد بچه های با عشق و معرفتی دارم پر ان میان پایکار کار میستن ایفای نقش میکنن ولی در کابینه من انتظار دارم که باشم و بتونم ایفای نقش موثر داشته باشم خب خدا که این اتفاق افتاد و با وجود همه مخالفت های این اتفاق افتاد چون خیلی ها در بعضی گروه ها نشستن حرفایی رو پیرامون ما زدن توهین هایی رو به ما کردن کنایه هایی رو به ما زدن که خب به گوش ما رسید ولی به حجت فشار تیم هوادار آقای سید محمد به حدی بود که ایشون به این جمع نیستی که این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه میتونه با برکت باشه این اتفاق و خدا که این رخ داد دیروز چیزی که از رسانه ها منتشر شد خبری بود از آقای سید محمد اعلام کرد که این حمایت از آقای سید ابراهیم رئیسی رو انجام میده کمی بعدتر یک ویدیویی منتشر شد البته ویدیو که نه عکسی منتشر شد از ایشون در کنار سید ابراهیم رئیسی دیداری رو اینها با هم انجام داده بودن و بعد از انتشار این عکس‌ها آیه سید ابراهیم رئیسی همین رو یک در یک توییت ارسال کرد تصویر مشاهده کنید که زیل اون نوشته که ما همه با هم هستیم نکته جالب بود این مهمترین بخش از اتفاقات بود که روز گذشته رخ داده و در کنار این یک اتفاق دیگه هم رخ داد و اون هم فعال شدن شاخه اصلاح طلب‌های حامی آیه رئیسی بود که در اون خوش اتفاق جالب روز گذشته رو بود انتهای شب گذشته هم یک اتفاق جالب رو ما شاهد بودیم و اون هم توییت آقای سری جلیلی بود آقای سری جلیلی یک توییتی رو ارسال میکنه در اون توییت تاکید میکنه برای اینکه توییتر نباید فیلتر باشه و باید میاد صحبت در خصوص فیلترینگ انجام میده و میگه که ویدیو شما من امروز داشتم میدیدم ایشون گفته بود که اینستاگرام و توییتر خیلی با هم تفاوتی ندارن وقتی که اینستاگرام فیلتر نیست دلیلی برای فیلتر شدن توییتر هم وجود نداره و ایشون در روز روزش صحبت هایی رو هم اراده دو تحت عنوان که اگر ما به صلاح به نقطه برسیم که دولت تشکیل بدیم این اقدام در همون روزهای ابتدایی در دستور کار خواهد بود برخی تغییرات در همون روزهای ابتدایی در دستور کار خواهد بود که خیلی ها گفته احتمالا منظور ایشون همین رفع فیلتر توییتر و بحثه از این دست هست این موضوع از جهاتی خیلی مهمه یکی از دلایلش اینه که خب یک عده از کشورمان کاسب فیلترینگ شده بودند دولت آی روحانی هم فکران آی روحانی رسما کاسه فیلترینگ شده بودن اینا هر کجا میخواستند کم بیارن میومدن تاکید میکنن که یه طرف مقابلی هست یه لولویی هست این لولوی میخواد بیاد چیکار بکنه با فیلترینگ حال شما رو بگیره و جالبه من هنوز رو نتونستم تحلیل بکنم هنوز رو نتونستم تحلیل بکنم که چرا وقتی اینها این حرفا رو میزدن از بی بی سی تا سود اینترنشنال تا بقیه همه پشت ایشون به صف میشدن یعنی ما یک نمونه یه نمونه سراغ نداریم که این رسانه ها یک همصدایی با یک رس... با یک انقلابی داشته باشن ولی تا جایی که دلتون میخواد از لاریجانی بگیرید تا بریم برسیم به آیه حسن روحانی اینا همسدایی با سودین انترنشنال و همسلین ها برشون پیش اومده فکر میکنم صحبت های جلیلی از این جهت که کمک میکنه بهونه از این افراد گرفته بشه دیگه کسی نتونه کاسبی فیلترینگ انجام بده با بحث مسخری از این دست ملت رو بازی بده دو قطعی را و بکنه این صحبت از این جهت خوب بود و امیدوارم که محقق بشه چه آیه جلی در داخل کابینه بعدی باشه چه نباشه چون ما نمیدونیم که فضا قرار بکنیم بره امیدوارم که این وعده باشه که ایشون تلاش بکنن تا اینکه این وعده محقق بشه در کنار اتفاقای روز گذشته ما یک فضا سازی رو هم علیه یکی از کاندیداها شاهد بودیم علیرضا زاکانی کاندیدی هست که به شدت پیرامون ایشون شایعات عجیب و غریب منتشر شد منتشر می شد که مشخص میشد که از اساس کذب هست و خیلی جالبه مالک شریعتی یک توییت رو در همین خصوص ارسال میکنه من متن توییت مالک شریعتی رو میخونم گفته که ظاهرا چند تیم تروریستی مسلح را پیش از آغاز فرایند انتخابات شناسایی و دستگیر کردند کاش تیم های نفوذی ترور شخصیت را نیز پیش از اقدام شناسایی و دستگیر کنند لازم است کمیسیون تبلیغات انتخابات و دادستان کل هم به تخریب های بی سابقه علیه زاکانی ورود کنند یه نکته جالب در خصوص آیه زاکانی وجود داره و بعض از کاربرها از اون پرسیدن که خب علی زاکانی شما وقتی نگاه میکنی یا نماینده مجلس بوده یا توی بسیج دانشجوی فعال بوده سابقه ای داشته که اومده توی این شرکت کرده من اگر بخوام به طور خلاصه بهتون میگم مؤثرترین نمونه های مبارزه با فسادی که ایران انجام شده از پرونده اکبر تبری بگیرید تا نمونه های دیگه اینو کاری که علیرضا زاکانی انجام داده کار موثری که این شخص به شدت داشت از بوده یه نکته داخل پرانتز بهتون بگم ما در یک نقطه در بحث مبارزه و فساد رسیدیم به یک جایی که رسیدیم به یک دری که پشت اون دری یک نهاد امنیتی بود یک نهاد امنیتی فوق العاده موثر که خب کسی جرئت نمیکرد به این نهاد بگه که من میخوام باز رصد داشته باشم برای عملکرد افرادی که عملکردشون محل بحث هست ساده اگر بخوام براتون بگم امنیتی های آلوده مؤثر کسان باید که عزیز زاکانی در حوزه مرز و فساد رفت تو یک نهاد امنیتی مچ اینها رو گرفت که کاری که کسی نمی نمیکرد انجامش بده و از اینها شکایت کرد اینها رو آورد دادگاه اینها رو محاکمه کرد این بخش قابل از کاری است که عزیز زاکانی انجام داده خیلی ها میگن این فضا که الان پیراموش داره انجام میشه و تخریب هایی که هست به نوعی ربط داره به همین کارهایی که ایشون در موازه و فساد انجام داده باید مرور بکنیم باید بریم جلوتر ببینیم که باز هم این روند تخریب ادامه پیدا میکنه و ببینیم که های مشخص میشه که پشت پرده این شایعات و این تخریب ها چه کسانی هست یا نه یه اتفاق دیگه جالبی که دیروز رخ داد پیامی بود که در اصلا به نقل از آقای محسن رضایی متشر شد تحت این عنوان که من اگر پیروز میدان باشم شم یارانه 450 هزار تومانی را محقق میکنم خیلی ها گفتن آقا این ی حرفی است که زده شده بعضی ها گفتن گفته که نه محقق شدنیه بعضی ها گفتن که این اگر محقق بشه رو تورم اثر داره میتونه بحران اقتصادی ایجاد بکنه بعضی دیگه گفتن که خب این آدم اقتصاددان خودش میدونه که آیا همچین چیزی شدنی هست یا نه روی تورم اثر داره یا نه به احتمالا اینا در نظر گرفته این حرفا زده من لازم است خصوص شما رو برگردونم به سال 96 سال 96 من ما در ایران آنلاین یک مطلبی رو شما ارائه دادیم در اون مطلب تاکید کردیم گفتیم که یارانه 300 هزار تومانی چیزی که دولت آقای روحانی میتونه محقق بکنه و شما باید مطالبه بکنید از دولت آقای و خب خیلی صدای ما شنیده نشد در رسانه ها ما اون توانی نداشتیم صدای ما شنیده نشد و هم موقع کردیم گفتیم احتمالا اینها در پایان دولتشون یارانه 300 هزار تومانی رو محقق میکنن برای اینکه بتونن اثرگذاری داشته باشن بر انتخابات چون این کاری که میتونه انجام شدن البته ما در, این خو... در این خصوص غلط بود کاری نکردن ولی به حجت یا یعنی 300 هزار چیزی بود که دولت های روحانی میتونست محقق بکنه بحثی هم پیرامون شده بود و نکاتی که آیه محسن رضایی مطرح کرده در روزهای اخیر از جهاتی خیلی عجیب و غریب نظر نمیرسه و میتونه به محقق شدن نزدیک باشه در کنار چهرهای سیاسی که اصلا نظرهایی داشتن روز گذشته آیه بازداده هاشمی هم یک اسم نظر انجام میده ایشون در صحبتهای خودش تاکید میکنه بر اینکه ما میتونیم اقداماتی رو انجام بدیم در این جهت که تورم در جامعه ایران به زیر 5 درصد برسه خب صحبت ایشون از این جهت قابل تحمل هست که در طول سالهای گذشته ایشون در مجلس شورای اسلامی از جمله گزینه‌هایی بوده که به طرف خیلی بر بستن بودجه و کارهای از این دست نظارت داشته و از این جهت اون نکاتی که رو مطرح میکنه قابل تحمل اگر اجازه من این ویدیو رو همینجا متوقف تلاش کردم فضای انتخاباتی کشور رو در روز گذشته برایشون ترسیم بکنم در کنار فضایی که برشون ترسیم کردم رگه از هدایت کشور به سمت نارضایتی از سوی چند گروه داره دیده میشه یک گروه خب متاسفانه تیم رسانه آقای دکتر احمدی نژاد هست همچنان این بحث رو ایشون داره پی میگیره همچنان صحبتایی رو داره در کنار اینها یک هم هم توسط جریان اصلاحات به وجود اومده دارن بر روی این مانور که حاکمیت به سمت عبور از جمهوریت حرکت کرده و باید تقابلی صورت بگیره من اینو فعلا نمیخوام بهش ورود بکنم یه ویدیو میخوام براتون منتشر بکنم در واقع ساده تر بگم یه ویدیو میخوام بذارم با هم ببینیم براتون منتشر بکنم که منتشر شده من صرفا میخوام برای شما باز بکنم این ویدیو بخشی از صحبت های سید قاسمی هست خیلی این ویدیو از یه جهت مهمه چون سید قاسمی از جمله چهرهایی که در طول سالهای اخیر همواره تلاش کرده که از احمدنژاد عبور نکنه خیلی برای من عجیب غریبه یعنی من هر موقع که صحبتی سعید قاسم رو نگاه کردم میبینم که سید قاسم در طول این سالها تلاش کرده که حرفی که میزنه عبور از احمدنژاد رو محقق نکنه یعنی از احمد ایجاد همیشه محترمانه صحبت میکرده به صلاح بهش اشاره میکرده همواره وقتی بحث احمدنژاد میشده تلاش میکرده که چیزی نگه که آمیز باشه تلاش میکرده که بخشای مثبت عملیات رو بگه و حالا حرفا خیلی متفاوتتر شده من میخوام صحبت ایشون رو بذارم با همدیگه ببینیم یک کسی که در طول سالها هامی آیه دکتر محمود احمدی بوده الان از چه زاویه‌ای به قضیه نگاه می‌کنه و با چه لحنی پیرامون ایشون صحبت می‌کنه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها بسم الله بسم الله این دفعه و محمود و و اکبر میخوان بریزن کف خیابون منطقه با بسم الله فردا ممکنه ما به خاطر یاوگریات اینا محمود جان اینا آشخال خوری هایی که کردی اینها تصمیم بگیرن که نیایی مثلا چه کار میخوای بکنی مثلا مثل موسوی پدرگر و اینا با همه اون که با همه داسه اومده که تو هم به کف خیابون اسم نیا نامرداس نیا اتفاقی سر سوزنی آبی از آب تکون نخواهد خورد. خب. دوستان به عنوان یه آدم مجربتون آب از آب تکون نمی مثلا بگی امنیتی بریزن این شرایط کلن فرق کرد دیدی ویدیو رو با هم دیگه این آی سری قاسم خیلی خیلی صریح صحبت کرد خیلی خیلی بی پرده صحبت کرد نکاتی رو خیلی اوریان گفت ولی حرفاش از این جهت برای من مهم بود چون این شخص کسی که طول تلاش کرده که عبور از احمدی نداشته باشه من پیرامون احمدی نژاد نمیخواستم صحبت بکنم چون در روزهای گذشته بعضی از دوستان احمدی جدی من اینستاگرام دادن یکی از این دوستان در پیامش گفته بود که من با وجود عصبانیتی که دارم میخوام توی این شرکت بکنم و رأی بدم تنها انتظاری که از تو دارم اینه که دیگه حرف نزنی در برای این آدم تخریبش نکنی چون این آدم برام محترمه من تلاش کردم که اتفاق بیفته این ویدیو رو صرفا از این جهت پخش کردم چون خیلی برام عجیب بود برام عجیب بود یک کاراکتری که من همیشه رصدش کردم سعید قاسمی که رصدش کردم هیچ وقت عبور نکرد از حالا داره با این صراحت صحبت می‌کنه برام عجیب بود و فکر می‌کنم که خیلی پیچیده است ماجرایی که به ما تحمیل شده و ماجرایی که در این هفته ها و ماهها ها درگیر شدیم خیلی پیچیده است و امیدوارم که جامعه ایران بتونه سربلند و موفق از این فضا و از این چالش قابل تحمل عبور بکنه اگر موفق باشید من این ویدیو رو متوقف میکنم چند تا از پیام های شما دوستان عزیز رو میخوام بخونم یکی از دوستان یه پیام فرستاده نوشته که با سلام آلمان هستم زمانی آشپز فاطمیون بودم نمیدانید از, وز... از وعده سردار قانی چقدر خوشحال شدم یادم یادم از حرفای شهید توسلی یاد حرفای شهید توسلی افتادم اشاره دارم به صحبت روز سردار قانی که حرف خیلی قاطعی در خصوص سرمیس زده بود من گفتم که به زودی ایشون رو بعید نیست که به زودی ایشون و یاران افغانستانی خودشون رو در حال آزاد کردن بخشی از خاک اسلام ببینید بعضی گفتم منظور کجاست کدوم نکته داری میگی من اشاره به جولان هست بلندی های جولان نقطه که ما ازش کوتاه نمی آیم. این اینجا بخشی از جغرافی مقامت هست اینجا بخشی از جغرافی مقامت هست ما نمیتونیم از بلندی های جولان کوتاه بیایم خاک سوریه است اینجا که دیگه مربوط به نقاط دیگه دنیا اینجا خاک سوریه است جایی که شما اومدید اشغالش کردید جایی که سیونس اشغالش کردن خاک سوریه است ما اینجا رو باید پس بگیریم و این اتفاق دیریازود میفته آغاز حرکت ما به سمت قدس از نقطه ای هست که ما بهش میگیم بلندی جولان بریم بقیه پیام ها رو بخونیم گفتن که با سلام مثل همیشه عالی و زیبا آی تلیه بابت برنامه قشنگ و زیباتون ممنونم از اینکه مردم رو آگاه میکنین ممنون ایشالله که زنده باشین خیلی ممنون سلام عرض ادب ممنون از پیامتون در ادامه گفته که اگه یک کانال تلگرامی ایجاد بکنید دوستان به اصطلاح بهتر میتونن برنامه ها رو دنبال کنن ما کانال تلگرامی داریم کانال ایتا هم رفتیم زدیم تو پیامرسانی داخلی ما ما که خیلی برامون سخته محتوا بخوای همه جا بازگذار بکنی خیلی سخته ولی اونجا هم اومدیم که به اصطلاح رفقای مثل شما رو داشته باشیم و در کنار شما دوستان باشیم این آدرس کانال های ما هست و میتونید در تلگرام و ایتا مطالب ما رو ببینید ولی خب طبیعتا کامل ترش در یوتیوب دیگه کامل ترش رو اینجا ارائه یکی دیگه از دوستان نوشته که آی تلگر سلام عرض میکنم خسته نباشید چطور میتونیم به شما کمک مالی بکنیم چرا شما زیر تصویرتان در لوگو قسمتی برای ارسال مالی مثل پیپال ندارید و همین از این پیام خیلی زیاد داشتیم دوستان خب میدونید ما هر, هر, ماه یک هفته ابتدای ما حمایت مالی میکنیم ولی خب برای بعضی سواله چرا از یوتیوب درآمدزایی نمیکنی چرا به اصطلاح حسابی نداری که ما بخوایم بهش واریز داشته باشیم خب یه رفیق رو باید خارج از کشور داشته باشم از طریق اون رفیقه این کارو بکنم الان داریم فکر میکنیم که یک یک راهکار شکلی داشته باشیم که رفقا که خارجن میگن آقا ما به ایران نمیتونیم وارد داشته باشیم صرافی هم نمیتونیم پیدا بکنیم چالش این شکلی داریم یعنی یه نفر در خارج از در خارج کشور معرفی بکنیم واریز بکنم به حسابش او برای ما واریز بکنه از داخل میتونستم از طریق یکی دو تا شرکت اقدام بکنم ولی خب این شرکت ها هر چیزی که باشه حداقل 20 تا 30 درصدش رو دریافت میکنن و خب این به نظرم یه مقدار سخته برای ما بریم از به سبک خودمون بریم جلوتر بهتره یه مقدار طول میکشه ولی امیدوارم که به زودی بتونیم این راه رو هموار بکنیم یکی دیگه از دوستان گفته که باز دوباره در روی اون نمیدونم ویدیوی دیروزه گفتن که من ویدیوی امیدانه رو میبینم در روی شما صحبتی نکرده حمله نکرده لطفا حواستون باش شکستن میخوان دو به همزنی بکنن اهداف پلیدی دارن هر دوی شما انسانهای انسان, انسان های شریفی هستین یه وقت به اصطلاح درگیر مواسه این شکلی نشید دوستان رفقای رسانه‌ای که دارن کار میکنن زحمت میکشن سالها بودن در این میدان اختلافات نظر عمیق و ممکنه وجود داشته باشه ولی ما برای همینا احترام قائلیم دلیلی نمیبینم بخوام حرفی بزنم که این افراد به چالش کشیده بشن اگر هم حرفی پیرامون من زده شده باشه طرف نظرشو گفته ما مشکلی نداریم طرف نظرشو گفته و نه خیالتون راحت من نکته ای نمیگم تو ویدیو قبلی هم گفتم بازم یادآوری میکنم که دوستان مثل شما نگران نباشن خیالتون راحت و در حوزه رسانه ای ایران دوستانی که ایران کار میکنن چه در داخل چه روزنامه ها چه در پایگاه های خبری کانال های تلگرام اینستاگرام و شبکه اجتماعی ما کوچکترینشون هستیم کوچکترینشون من هستم ایران سربازان مؤثر بسیار زیاد در حوزه رسانه و من کوچکترین دلیلی نمیبینم که بخوام برای کسانی که زیل این پرچم هستن تنش ایجاد بکنم اینها رو به جون رو هم بندازن یا حرفی بزنم که تمرکز کسی از کارش گرفته بشه از این بابت خیالتون راحت باشه بازم ممنونم که شما در پیام هاتون هم بهش اشاره کردین یکی دیگه از دوستان گفته که سلام سر نماز دعاتون میکنم ببخشید این تنها کاری است که فعلا اساسم برمیاد خیلی ممنون از پیامتون سلام فهم کنم بزرگترین کاری که یعنی انجام میدین همینه و یه نکته تو زنم هست البته درخواستی که از شما دارم یه دعایی رو خیلی ها شنیدیم و اون دعایی اینه که ان شاء الله به خیر بشید بعضی ها از این دعا بدشون میاد بعضی ها این دعا نمیفهمن بعضی مثلا دو این دوه گار دارم به بهترین دعایی که در دنیا من حالا شنیدم همین عاقبت به خیری است یعنی تای تاش اینه که تو مسیر زندگی یه جوری باشه که به هر سمتی که رفتی نهایتش به خیر و خوشی چه در این دنیا چه در آخرت ختم بشه خیلی دعای خوبیه دعا بکنید که ما عاقبت به خیر باشیم و دعا بکنید که بتونیم ایفای نقش مؤثر در این میدان داشته باشیم عمده پیام های شما رو خوندم رفقای مختلف پیام های رو گذاشتن بعضیشون لطف کردن تعریف کردن یکی از رفقا ابراز ناراحتی کرده از حس صفحات اون راستی یه صفحه یه نفر تو اینستاگرام به اون هدیه داد شما در جریانی این صفحه جدیدی که به اون هدیه دادن این صفحه رو من وظیفه دونستم دونستم معرفی بکنم این جایگزین صفحه قبلی است بیایید مطالب رو ببینید لایک بکنید حمایت بکنید که بتونیم موثرتر بشیم البته این صفحه بعید نیست که به زودی از خارج بشه اتفاقی که بارها برای صفات ما رخ داده خیلی ممنونم از پیامتون خیلی ممنونم یکی از دوستان آیه آقا مرتضی نوشی که من در یوتیوب برای اینستاگرام اون فرستاده نوشی که من در یوتیوب فهمیدم که کانال اینستای شما رو زدن خیلی قصه خوردم لذا تنها چیزی که به رسید واقعا از اصلا برمید اینه که کمک های مالی ماهانه خودم رو که برای شبنامه مقرر کرده بودم افزایش بدم ان که از کمک های غیبی خداوند متعال و خلیفه بر حقش زمان در این هدف مقدس و پرخطر بهره من شوید خیلی ممنونم کلی از این پیامای انرژی بخش داشتیم از بعد از حذف شدن صفحه هامون و خیلی حالمون خوب شد خیلی هم خستگیمون در رفت ممنونم از پیام هاتون من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم شبتون بخیر